وحشت رژیم از نقش مجاهدین در قیام. دوستان سال 60 را از یاد نبریم، شرایط ویژه است. اعتصاب بازاریان در تهران و اعتصاب کارگران تاکستان و تبریز. وزارت خارجه آمریکا: مردم ایران از این وضعیت خسته شدند. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. محمد جواد جمالی عضو مجلس ارتجاء امروز طی سخنانی شرایط رژیم را ویژه خواند و نسبت به نقش مجاهدین در قیام مردم تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: ما در آستانه سالگرد ورود منافقین به فاز نظامی هستیم. دوستان سال 60 را از یاد نبریم. همین الان هم در موج سواری که منافقین دارند مواظب باشیم. روی پیام‌های به حق مردم، کسبه، اصناف دارن موج سواری میکنن. بدانیم که شرایط ویژه است. بدانیم امروز روز تصفیه حساب سیاسی و جناحی نیست. همه ما در یک کشتی نشسته ایم. از صبح امروز چهارشنبه بازار بزرگ تهران، بازار طلافروشان، چارسو، لاله‌زار، پاساژ علاءالدین و بازار سلطانی وارد چهارمین روز اعتصاب خود شدند. همچنین تمام مغازه‌ها در خیابان ملت، اکباتان و پاساژ کاشانی در اعتصاب به سر می‌برند. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، یک مقام ارشد این وزارتخانه در کنفرانس مطبوعاتی به قیام مردم تهران اشاره کرد و گفت: این اعتراض‌ها نشان دهنده یک مسئله بنیادین است و آن اینکه در اساس مردم ایران از رژیمی که ثروت کشور را برای ماجراجویی‌های مشخصاً غیر سازنده یا غیر مفید در خارج از کشور به تاراج می‌دهد خسته شدند. این واقعیت در شعارهایی که می‌دهند دیده می‌شود، از جمله سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. تلویزیون الاخباریه در گزارشی از قیام مردم تهران گفت: مردم در تعدادی شهرهای ایران در اعتراض به وخامت وضعیت اقتصادی و نیز کاهش ارزش ریال در مقابل دلار دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در خیابان‌های تهران علیه خامنه‌ای شعار دادند. در مقابل، عناصر امنیتی این رژیم برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند تا مانع رسیدن آنها به مجلس رژیم شوند. و خرج المتظاهرون في شوارع العاصمه تهران ومشهد وشهريار مرددين شعارات مناهضة للمرشد، فيما قامت عناصر الأمن باستخدام الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان. کارگران شرکت پارس میلنگ تاکستان بعد از 10 روز اعتصاب و اعتراض امروز در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. در تبریز نیز امروز جمعی از کارگران راهن در اعتراض به اخراج همکارانشان در مقابل ایستگاه راهن این شهر تجمع کردند. قضاییه جنایتکار خامنه ای دو زندانی را در شهرهای تبریز و شیروان اعدام کرد و حکم اعدام در ملأ عام یک زندانی دیگر را در تهران صادر کرد. زندانی اعدام شده در تبریز فرهاد اسقری نام داشت که 39 ساله بود. وی که متأهل و دارای دو فرزند بود، روز سه‌شنبه 5 تیر توسط دشخیمان خامنه‌ای در زندان تبریز اعدام شد. دشخیمان خامنه‌ای همچنین یک زندانی دیگر به نام ایرج سرخی 34 ساله و از اهالی لنجان را 30 خرداد در شیروان اعدام کردند.
قضایی جنایتکار خامنه‌ای همچنین حکم اعدام در ملأ عام یک زندانی را در تهران صادر کرد. از همراهی شما با این بخش خبری ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.